این هفته با دو هنرمند ایرانی گفتگو میکنم که در سالهای گذشته نامزد دریافت رایزه اسکار بودند. حبیب زرگرپور و کامی اسکر از شهر لس آنجلس به ما ملحق میشن تا درباره تجربه حضور در این مراسم صحبت کنند. من به هر دوی شما سلام میکنم سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. در ابتدا برامون توضیح بدید که در چه بخشی نامزد دریافت جایزه اسکار بودید چطور به شما خبر دادم و اون لحظه که این خبر رو شنیدید چه احساسی داشتید؟ من برای بار اول برای فیلم توستر در سال 1996 نامزد جایزه اسکار شدم در رشته جلوه های ویژه و برای دفعه دوم در سال 2000 برای فیلم پرفکت ستورم منم برای سال 2006 برای فیلم مل اپاکلیپتو نامینیت شدم بر توی بخش صدا من ساعت پنج صبح تلفن زنگ زد و اصلا نمیدونستم که جریان برای چی هست uh, میدونستم که اون روز میگن که کی uh, نامزد میشه برای اسکار ولی نمیدونستیم که به این زودی میفهمن یک <laughs> 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 پنج زنگ زدم از طرف کمپانی که براش کار میکردم Industrial لایت and Magic ILM Uh, یک کسی به اسم الن پاسترنک که uh, خیلی um, با هم همکاری میکردیم به من زنگ زد گفتن که uh, اسم من هست روی uh, لیست برای تویستر و uh, احساسش اول واقعا نمیشه باور کرد uh, یه, یه چند روز میکشه که آدم فکر کنه که واقعا این معنی چی هست ولی uh, خیلی خیلی خوشحال شده بودم و uh, افتخار میکردم برای اینکه و من و تیمی که باش کار میکردم خیلی سخت کار کرده بودیم روی این فیلم و خیلی خوشحال شده بودیم که تونستیم بگیریم اینو منم هم از همون ساعت پنج صبح بود خانمم میدار شد تلفن جواب داد من هم داد زدن که بابا بل کن بخواب خانومم هم داشت جیغ میزد و که فهمیدیم که نامینیت شدیم و اون روز خوب یادمه اثر نذاشه بود اون من ولی لب همش داشتم هم لبخند میزدم و سر کار رسیدم به هر کی که میرسیدم به من دست میداد و گفت کانگراتولیشنز و فکر کنم تمام اون ماه بین اون صبحی که تلفن تلفن زنگ زد تا خود اسکار شده بود انقدر لبخند زده بودم تمام دهن من در گرفته بود دیگه اینجا همش می کرد. احساسش که واقعا نمیشه تعریف کرد که چه فکرایی تو سر آدم میگذره و و خیلی پراود میشی و هم برای اینکه هم میدونستم که مادر من خیلی برای من هیجان داشت و اینا و اون از همهش مهمتر برای کسایی دورور آدم هست نه سو برای, برای خودمون مثل ماز جبرانی میگه پراود پراود پرنس <تصفح> <تصفح> ولی اولی باری که در این مراسم شرکت کردی چه احساسی داشتید؟ حضور در مراسم اسکار چه تجربه ایه؟ اول خیلی جالب بود برای اینکه فرش قرمز روی خیابون هالیوود بودوارد هست یعنی خود خیابون رو فرش میندازن و خیابون رو میبندن این که وقتی شما میرسین فکر میکنین الان یه ماشینی میاده اینجا. ولی خیابون رو میبندن و همش تبدیل میشه کاملا به یه چیز مختلف که خیلی مثل هالیوود و فیلمسازی هست برای عین خود خود رد کارپت یه ست هست روی روی خیابون و بعدا خیلی عظمت زیاد هست مردم هستن که فنا همه نشستن از یه روز پیش جقادات که میکنن میفهمین که هنرپیشه ها کجان برای اینکه اسم هنرپیشه مختلف ها میگن و خیلی اول که آدم میرسه عظمتش خیلی زیاد هست و برای من خیلی جالب بود که هنرپیشه ها رو بتونم نزدیک ببینم و جالبیش برای من این بود که خیلی هنرپیشه ها قد کوتاه‌تر از من بودن <applause> من خیلی قدم بلند نسبتا بلند 6 فوت و 3 اینچ هست و آدم تو فیلم که نیام کنه نمیفهمه همه بزرگ به نظر میان ولی من جا برام جالب بود که همه کوچولو بودن ولی خیلی در حقیقت خوش‌ریب‌تر و خوشگل‌تر بودن <applause> برای من همه قدم من بودن نه میدونین از ماشین که پیاده میشین خیلی جالبه که همه مردم میان تا میفهمن که کاندید آسکار هستی یه یه جور دیگه باد رفتار میکنن به دست میدن و میارن تو نشون که از کدوم ور بری و و همش هم با تمام این آدمایی که همیشه تو فیلم ها میبینین و حتی, حتی مثلا آه، آه، رئیس اپل استیو جابز هم بغل من وایستده بود با همدیگه حرف زدیم و خیلی هم نرمال که مثلا ما همه, همه تو یه ساعت هستیم آه، خیلی آه، واقعا عظمتش که داشت میگفت باور نکردنیه وقتی که از خود رد کارپت که رد میشین که برین توی سالن پله میخوره میره بالا بعد اون پله سر هر پله مثلا 50 تا فکر کنم پله باشه سر هر پله یه نفر وایستاده دو... دو نفر مثلا یه خانم و یه آقا وایسادن هر طرف همینجور یکی یکی هر پله که میریم بالا میگن ولکام 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 خیلی جالب بود به نظر من که چقدر توی این پروداکشن عظمت هست میدونیم نامزدی اسکار چه تاثیری در حرفه شما داشته؟ یعنی از نظر حرفه ای چقدر در موفقیت شما مهم بوده؟ این جالبه برای این که معمولا با کسایی که حرف می زدم می که بعد از اینکه اسکار گرفتن برعکس بیزنسشون میرفت پایین برای اینکه همه فکر می که دیگه انتاچبل می شن. اینا خیلی در سطح بالا هم زیادی البته من در ILM که کار می کردم Industrial Light and Magic به من پروژه های خیلی جالب میدادن و بعد از این خیلی خیلی میتونستن بیشتر تعمد داشته باشن به کارهای من و بتونن کارهای بزرگتر بگیرن اینی که از این لحاظ خیلی خوب, بود برای کمپانی به یه, ب... یه جایی رسیدیم که کارتون ها دیگه از این به بعد قبول میکنن و خیلی آسونتر میشه کار گرفتن و اینا دیگه زیاد لازم نیست که رزومه نشون بدین که چه فیلمایی کار کردین و که بیشترش ممکن مردم اصلا نیده باشن um, ولی <applause> تو همون uh, من بابت مل گیبسون کمپانی شروع کرده بودم برای فیلم پشن of the کرایست که ایندیپندنت شده بودم و وقتی هم ایندیپندنت هستی برای استودیو کار رو نمی کنی um, یکم فرق داره کار گرفتن و اینا برای ما که خیلی بهتر شد خیلی فیلم های بزرگتر تونستیم بگیریم با دایرکتورهای های خیلی بزرگتر تونستیم کار بکنیم با تونی سکات یا با دنزل واشنگتن هم فیلمش دایرکت کرده بود و وقتی رفتم برای اینترویو هیچ وقت نپرسن که چه فیلم هایی کار کردی اینا. و میدونستن که کاندید اسکار هستیم و توی سطحی رسیدیم که قبولمون دیگه دارن. مشخصه که دوستای خوبی هم هستین. در این باره صحبت کنید این دوستی از کجا آغاز شد و چه رابطه ای دارید ما از طریق یه دوست عزیز به اسم موجگان گمروکی آشنا شدیم که ایشون کامی رو میشناخت و با کامی کار میکرد از طریق استودیو و با من تماس گرفت برای اینکه میدونست که منم نامزد جایزه اسکار شده بودم قبلا و خوب بود که همدیگه رو بشناسیم اینی که از این لحاظ آشنا شدیم و من از کار کامی خیلی خوشم میاد و خیلی آدم خوبی هم هست من هم همچی میتونم بگم ولی نمیگم نه <applause> من منو حبیب اتفاقا نه که ما دوتاییمون پشت صحنه کار میکنیم هنرپیشه نیستیم و اینا <applause> آه. آه یه جوری ما با همدیگه توی کار فنی هستیم و این خیلی برای ما هم میدونم که حبیب از کار صدا خوشش میاد منم خیلی از کار ویژوال افکس و اینا خیلی خوشم میاد و خیلی اینترستد هستم و با همه اینا ولی هم من مثل پسر ایشون میمونم اینجا